خدمت همه مهمانان گرانقدر، قبل از شروع زندگی نامه منابع مورد استفاده در زندگی نامه را خدمت شما عرض میکنم. وبسایت رسمی استاد باختری، مجله تعاون چاپ پیشاور، مجله پرنیان چاپ کابل و مجله شعر چاپ تهران. زندگی نامه استاد واصف باختری. استاد واصف باختری شاعر، منتقد، مترجم، ادیب و دانشپژوه نام‌آور زبان فارسی در 24 ماه هوت 1321 خورشیدی در گذر عزیزآباد شهر مزار شریف چشم به جهان گشود. او در خانواده‌ای فرهنگ مدار و فرهنگ دوست پرورش یافت. او درباره پدر و دغدغه‌های پدر درباره فرزندش می‌گوید: پدرم با مبادی علوم اسلامی آشنایی داشت و حافظ قرآن بود و سخت هواخواه زبان و ادبیات فارسی. علاوه بر کتابخانه کوچکی که پدر داشت، عده‌ای از شاعرانی که در شهر مزار شریف شاعران دست اول و سرشناس شمرده می‌شدند، با پدر رفت آمد و روابط دوستانه‌ای داشتند. بنابراین پیش از آن که باختری پا به محیط آموزشی بگذارد، در کتابخانه پدر و از طریق دیدار با دوستان پدری با شعر و ادبیات فارسی انس فراوان گرفته بود و هنگامی که به مکتب رفت اطلاعات عمومی او از همگنانش بالاتر بود. باختری دوران آموزش ابتدایی و بخشی از متوسطه را در دبیرستان باختر شهر مزار شریف و صنف‌های پایانی را در دبیرستان حبیبیه کابل گذراند. او در سال 1342 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. با توجه به استعداد ذاتی و شگرفی که داشت، به خصوص در رشته زبان و ادبیات فارسی، این رشته را تا مقطع کارشناسی با موفقیت به پایان برد و در سال 1345 از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ التحصیل شد و به زودترین وقت به حیث دانشیار در دانشکده ادبیات پذیرفته شد. اما بر حسب ضرورت پس از چندی به وزارت آموزش و پرورش معرفی گردید و در ریاست تألیف و ترجمه آن وزارتخانه به کار مسلکی پرداخت. وظیفه اصلی او نیز ویراستاری کتاب‌های درسی در وزارت آموزش و پرورش بود. باختری در 11 ماه جدی سال 1353 جهت ادامه تحصیل به آمریکا رفت و به مدت 1.5 سال در دانشگاه کلمبیا مشغول شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش و پرورش به وطن بازگشت و در ریاست تألیف و ترجمه کتاب‌های درسی به کار خود ادامه داد. با وقوع کودتای هفت ثور به مدت 1 سال و چند ماه به زندان افتاد. پس از رهایی از زندان کمونیست‌ها مجدداً در ریاست تألیف و ترجمه کتاب‌های درسی به کار خود ادامه داد. او در بهار سال 1361 به عنوان دبیر در انجمن نویسندگان افغانستان مقرر شد. در این انجمن مدیر مسئولی مجله جواندون را نیز بر عهده گرفت. در این مجله به معرفی شعر، داستان، سینما و تئاتر به خصوص معرفی نویسندگان جوان کشور پرداخت. او برای معاصران رفیق و یار و برای جوانان مرشد و چراغ بود. در واقع استاد باختری حلقه درود میر به تمام اساتید، شاعران، نویسندگان و بزرگان حاضر در مجلس. عرض تسلیت دارم به تمام دنیای فرهنگی، به خصوص پارسی زبانان جهان. دل از امید خم از می، لب از ترانه توهیست. امید تازه به سویم میا که خانه توهیست. شبی ز روزن رویا مگر توان دیدن که این حصار ز غوغای تازیانه توهیست. اگر درخت کهن مرد زنده بادش یاد، هزار عیف که این باغ از جوانه توهیست. تو در شبانه ترین روزها ندانستی که جام زیستن از باده بهانه توهیست. خروش العطش از رودخانه ها برخاست، ستیغ صخره ز فریاد آسیانه توهیست.
خوش آرایی که به جای قدم قلم زد و رفت، مسافران شکیبا، مسافران خموش. دلم ز گردش آرامی این قطار گرفت، در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد. هی سخنور توانا، تو هرگز خاموش نخواهی شد، زیرا زبان شیرت هان قدر گویاست که تا قیامت سخن خواهد گفت. روی استاد واصف باختری بزرگوار شاد، یادش جاودان. در جشنواره‌ای که برای بزرگداشت واژه‌ها برپا شده بود، حقیقت را راه ندادند، واژه حقیقت را راه ندادند، زیرا لباس رسمی بر تن نداشت. و نکتهش دیگه همه اهل ادب و نکته سنج هستیم. شعر دیگری از یک شاعر کرد است که ترجمه شده، شاعر به نام خلیل روادی. میگم ننگ بر من باد، این ترجمه استاد واصف باختری است. ننگ بر من باد، نفرین بر من باد، اگر از شما چیزی بخواهم. تنها خواهشی که دارم این است که بر روسپیان سیاسی نیز قرص ضد حاملگی بدهید تا نسل بیشرفان فزونی نیابد. تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، که بود جامع از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباح خوابگرد گذشت. زی دوستان گرانجان کجا برم شکوه، زی دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نبنده افلاک شد نبرده خاک، ز آبنوس رمید و ز لاجورد گذشت. بگو که کید شغالان به چاه سارش کشت، مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. به سوگواری ما خندت دریغ مباد، مبادد از نفس سرخ ابرها بیمی، که بانگ رعد شبا هنگام نه از قبیله صحرانشینی طوفان ها، که از سبار عقیم خطوط فاصله بود. بن کبود بگویید رواق خانه ما بارگاه فتح تو باد، رواق خانه ما بارگاه فتح تو باد. شعر دومی که میخوانم عنوانش است از زبان آبگینه. چه ها که بر سر این تک درخت پیر گذشت، ولیک جنگل انبوه را زیاد نبرد. به فتح نامه خورشید کاغذین خندید، چراغ گوشه اندوه را زیاد نبرد. نشست عمری در استوای برگ و تگرگ، شکیب صخره نستوه را زیاد نبرد. با استواری آن سنگ آفرین بادا، که آبگینه شد و کوه را زیاد نبرد. با استواری آن سنگ آفرین بادا، که آبگینه شد و کوه را زیاد نبرد. تشکر. ز شهر فجر پیام آوری ظهور نکرد، ز شهر فجر پیام آوری ظهور نکرد. چریک نور ز مرغ افق عبور نکرد، دگر نداشت توان ستیز مرغ اسیر. مگو به پنجره ها حمله از غرور نکرد. دلم جزیره متروک آرزوها شد، مسافری گذر از آن دیار دور نکرد. روایتی است ز سنگ صبور در گیتی، کسی حکایت از این شیشه صبور نکرد. غزنه باستان توسط کسی به نام سبکتگین، که یک برده جنگجوی ترک است،
از قزاقستان امروزی پایه‌گذاری میشه و غزنی میشه یک مهد و مرکز شگفتی و ادبیات جدید فارسی و از اینجا زبان فارسی میره به هند همراه زبان فارسی اسلام و مدنیت آسیای منه و طرف جنوب هم گسترش پیدا میکنه و باید داشته باشیم که در این دوره هست که در دوران غزنوی ها ابوالقاسم فردوسی متولد طوس از ایران امروزی شاهنامه را در غزنه میسونه و وقتی که مغولان در هند میرن و مدنیت بزرگ در اونجا پایه‌گذاری میکنه روح و زبان و چیه زبان فارسی هست امروز ما از مدنیت زبان فارسی هند چی میدونیم؟ غیر از اینکه در تاریخ میره بعضی یک تاریخ میبینیم خب این چند نکته رو به این خاطر خدمت شما عرض کردم که زبان فارسی پیش از قرن 18 یک زبان جهان وطنی هست کسی که به زبان فارسی شعر میگه می نویسه و حکمت و عرفان و فلسفه در اینجا نوشته میشه این مربوط قوم و نژاد نیست خب حالا بعد از قرن 19 ما با چه سرنوشتی روبرو میشیم در این دوره هست که دو تحول کلان اتفاق میفته اول اینکه مرزهای جغرافیایی اطراف منطقه شکل میگیرند افغانستان میشه ایران میشه جنوب آسیا میشه آسیای مرکزی کشورها میشه خب این دولت ملت ها از چی ساخته میشه بخشی اساسی و مهمش که امروز ما باید کم دوباره صحبت میکنیم روایت های ناسیونالیستی نو است که این روایت های ناسیونالیستی از گذشته چیزهایی را میگیرند نو میسازند گاهی کاملا از نو خلق میکنند روایت های جدید به همین خاطر ما فکر میکنیم که ما با دو گفتگان کلان خود منطقه ما مواجه هستیم یکی گفتمان های رسمی ناسیونالیستی هست که توسط کتاب های درسی در نظام های آموزش و پرورش در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان و در پاکستان و کشورهای دیگر تدریس می شود مثل تاریخ چند هزار ساله افغانستان، تاریخ چند هزار ساله ایران باید داشته باشیم به ادامه صحبت های بازم بانو باختری ایران به حیث یک سرزمین متولد سال 1935 است افغانستان به حیث یک سرزمین، حیث یک کشور متولد چی است؟ آخرای قرن 19 است پیش از این منطقه ما یک مدنیت مشترک داشت که مرز و جغرافیا و رنگ و نژاد و قوم نمی‌شناخت با آمدن دولت و ملت های جدید قوم به حیث یک پدیده سیاسی میشه نژاد یک پدیده سیاسی میشه زبان پدیده سیاسی میشه خب ما در داخل افغانستان هم نمونه های تاریخ سازی جدید داریم که معمولا کمتر مورد انتقاد قرار گرفته و ما امیدوار هستیم که مثل کشورهای دیگه نقد تاریخ رسمی در افغانستان بیشتر رواج پیدا کنم من در روزهای گذشته یک تعداد از نویسنده های جوان را که در مورد ایران کار کردن میخواندم نسبت به همه روایت آریایی و آریاسازی و آریانا بودن هم خب میبینم که این روایت نژاد پرستانه از نظر تاریخی برای اولین بار ریشه زبان شناسانه داشت کسی به نام ویلیام جونز یک هندی آمد در هندوستان و آمد شباهت های زبانی اروپایی را با زبان های فارسی و سانسکریت دید و گفت که یک زبان مشترک است به خاطر زبان ایندو یورپین لنگویج است زبان های اروپایی و آسیایی و چی با هم نزدیک هستن خب این تئوری با گذشت زمان تحول یافت تکامل یافت تا اینکه چیزی را به نام آلمان نازی در اروپا به وجود آورد ولی امروز در اروپا کسی در مورد آریا و آریایی صحبت نمیکنه مگر حلقات بسیار رازگرای افراطی شد ولی در منطقه ما هر روز آریا و آریایی چی هست بعضی اما مقاله های اساسی است که ما در مورد نسبت به زمان و گذشته و تاریخ خود از او استفاده میکنیم خب
امروز چیزی که ما در نتیجه ما ببینیم است که اون مدنیت گذشته، اون نقش را که زبان فارسی به حیث یک زبان گفتگو میان کهنه های زبان های مختلف، مدنیت های مختلف، مذهب های مختلف داشت، او را ما چی کردیم؟ از دست دادیم. خب در ایران زبان فارسی به حیث یک مسئله سرکوب برای کهنه های زبان های مختلف دیگه شد. و در افغانستان روایت رسمی، سیاست های رسمی در جریان قرن بیستم وسیله شد برای سرکوب زبان فارسی. برای این شد که مرزبندی های جدید بر اساس مرزبندی های مصنوعی جغرافیایی و سیاسی نو ایجاد بکنن، تاریخ را به یک کار مصادره بکنن، تحریف بکنن. خب به همین خاطر است که ما امروز یک روایت رسمی نسبت به گذشته داریم که برای ما در کتاب‌های درسی نظام‌های آموزش پرورش تدریس میشه و برخی مورخین نزدیک به دربار یا روایت‌های رسمی داریم. اما با گذشت زمان روایت‌های انتقادی جدید شکل می‌گیرند که من فکر می‌کنم که به خصوص برای نسل جدید بسیار مهم است که ما ببینیم ما چطور میشه که از طریق ارائه روایت‌های جدید فهم جدید بسیار به افغانستان و منطقه و ارتباط رو به مدنیت گذشته برقرار بکنیم. به همین خاطر است که ما به نسبت به شخصیت فرزانه استاد باختری، با وجود که من شاعر نیستم لیکن تا حدود چند تا مقاله و کتابش خواندم، صحبتهایش را شنیدم و صحبتهایی که امروز شد، ما میبینیم که شخصیت باختری باز هم نمایندگی میکنه از ادامه زبان فارسی به حیث یک زبان بین المللی جهان وطنی. این زبان ظرفیت ترجمه را داره، این زبان ظرفیتی را داره که خارج از قوم، منطقه، نژاد و کشور یک وسیله باشه برای گفتگو. خب ما باز هم لازم میدارم پیش از یک صحبت خود تمام کنم که ما یک تمرکز بکنیم روی وضعیت فعلی افغانستان. از نظر فرهنگی وقتی که ما به ارتباط زبان فارسی و ادبیات فارسی و تنوع فرهنگی گذشته با صحبت میکنیم، نمیشه که نسبت به وضعیت فعلی هم صحبت نکنیم. در جریان 100 سال گذشته با تشکیل دولت ملت برهم افغانستان، بیشتر از 100 سال گذشته، ما شاهدی بودیم که در داخل افغانستان یک نبرد، یک مبارزه بی امان علیه این گذشته است. قوم سیاسی شد، زبان سیاسی شد، فرهنگ سیاسی شد، زبان گذشته سیاسی شد و به جای این گذشته پر از تنوع یک برنامه همسانسازی قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان به جریان برده ای دارد. و امروز با آمدن گروه طالبان در قدرت ما ببینیم که این سیاست به شکل دیگی بر خصومت و دشمنی با زبان، با تنوع و تنوعی مذهبی و مردمی و زبانی افغانستان تبارز پیدا میکنه. ببینیم که این گروه تحملی را نداره که مثلا در داخل افغانستان یک لوحه به زبان فارسی باشه و این وجود دارم. بنابراین من بیشتر از این وقت شما رو صحبت نمیگرم، میدونم که دیر شده و هوا کمی سرد است، ولی فکر میکنم که دعوت میکنم که ما وقتی که در مورد شخصیت های فرزانه مثل استاد باختری صحبت میکنیم، ببینیم که به خصوص صحبتی که استاد زکی‌زاده کردن در کتاب قیام تاریخ، که شخصیت های ما از در تاریخ در کجا هستن، اینا خود در کجا میدیدن، هم نسبت به تاریخ امروز و تحولاتی که پیرامون وضعیت فرهنگی اتفاق میفته و هم اینکه از نظر گذشته ما با گذشته خود چی گونه ارتباط برقرار میگیریم و این گذشته برای ما امروز چی چیز را برمغان میتونه بیاره. تشکر از شما. بخیر باشید. کوثار غمین Thank you.
خم از می لب سران نفیز دل از کمی خم از می لب سران نفیز امید تازه به سویم